خیلی بد شد از صبح اومدم خونه همطوری درگیر اینا شدم که نرسیدم قضا درست کنم. بابا اپنا شرمنده دشمن شرمنده ما که واسه قضا خوردن نیومده بودیم من قول قلیه مایی به شما بودم بازه زنگ بزنم بیرون قضا بیارن دیگه نه بابا چه سخت میگیری حالا ان شاء الله مشکلشون حل که شد میام اینجا یه شکم سیر قلیه مایی هم میخوریم بابا 2 میلیون پول بی زبون ورشته داده دست اینا اصلا نمیدونم از کجا اینا رو پیدا کرده از من بیمارستان دیگه حتما آدم های اینجور در بیمارستان هم تو ول 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 دارن میچرخن تا گیر یادم ساده و محتاجی مثل مادر بدبخت من بیافتن دیگه بابا من خودم مددکار اجتماعیم دارم به 100 نفر تو این قضیه مشورت میدم حرفم پیش مادر خودم خریدار نداره اشکال نداره مادره دیگه مادر خب منم خواهرشم به خدا از تو فکرش یک لحظه بیرون نمیام ولی هر کاری راهی داره چاهی داره نمیشه که خب همینطوری برگشتم به این پسرم میگم فرم اهدای کلیه کجا رفتی پر کردی به من جواب درست حسابی نمیده بهش میگم رضایتنامه محضری داری میگه بله میگم ببینم جواب عجیب غریب برگشته من میده بهش میگم کجا رفتی آزمایش دادی میگه دادم میگم خب ببینم جواب آزمایش تو نشون من نمیده که این یارو دلالم که اینقدر پوشه گفه زیر بغلش میگه اینور بردمش اونور بردمش آزمایش دادیم آزمایش ندادیم همه اینا دلالیه به خدا به خدا همش غیر قانونیه اینطوری نیست حالا اینقدر هرس نخور خوب شد به موقع رسیدی اونام دیدن تو واردی زود فرار کردن رفتن اتفاقا اشتباه کردم گذاشتم برم ماما بعد عجله نمی‌کردم نگرشون می‌داشتم اینجا پلیس میومد تکلیف همه‌شون رو روشن می‌کرد حالا هرس نخور اینجور آدما پیلن دیگه ول نمی‌کنن که شاید برگشت من نمک ریختم فکر کنم ریختی یه ذره بریزم اینا رو قبلا پاک کرده بود یعنی بعد بود خوب آشغاله